الان با این همه مهارتی که داری در زمینه نقاشی، عکاسی، گرافیک مشغول به چه کاری هستی؟ یعنی الان کدوم یکی از اینا رو جز کارهای روزمره کردی و هم داری لذت میبری ازش، هم مثل بیزینس هست برات؟ راستشو بخواین من قبل از اینکه مهاجرت بکنم به شهر ونکوور، من از همه این مهارت ها داشتم یک جور دیگه استفاده میکردم که فکر میکنم خیلی جای درستی بود. من داشتم تو زمینه کار تبلیغات کار میکردم. بازم تاکید میکنم تبلیغات به معنای واقعیش، نه اون چیزی که امروز شاهدشیم. حداقل میتونم این رو با ادعا بگم که ایران به عنوان یک کشوری که آدم ها فکر میکنن که یک فضای عقب مونده ای رو داره، ولی حداقل تو این زمینه نسبت به یک کشوری به اسم کانادا خیلی جلوتره. یعنی انقدر جلوتره که تو لذت میبری از این که با بچه های اونجا میتونی کار بکنی که بی نظیر تک تکشون. من اونجا این کار رو یک فضای درستی بود که میتونستم توی کار ادورتایزینگ توی شاخهای مختلفش میتونستم کار بکنم و تو بخش ایده پردازی خیلی اینا میشد انگار جعبه ابزار من. یعنی من چون نقاشی بلد بودم و چون عکاسی میکردم و چون کار گرافیک میکردم، به عنوان گرافیست من سالها تو این شرکت ها کار کردم، ولی بعدا من اصلا کار گرافیکم شد یک کار دلی که فقط دوست داشتم برای سازمان برنامه جهانی غذا بکنم، WFP که جزو زیرمجموعه های UN هستش. من سالها برای اونا کار کردم با افتخار و واقعا همیشه یک روابط خیلی خوبی بین ما بود. متاسفانه وقتی من از ایران جدا شدم دیگه نتونستیم کار بکنیم و من یکی از جایزه های خیلی خوبم رو هم به واسطه کاری بود که برای این سازمان انجام دادم و واقعا دلنشین اون جایزه برای من همیشه. ولی اینجا کاری که من دارم میکنم، من بیشتر از همه دارم روی فضای عکاسی لایف استایل دارم کار میکنم و فضای برند آیدنتیتی، یعنی یک فضایی که برای برندینگ یا درست کردن یک فضایی که برندها یک شاخه های درستی از معرفی خودشون رو داشته باشن. خیلی وقتا من با بیزینس های ایرانی اینجا کار میکنم حالا و سعی میکنم که کمکشون بکنم. در کنارش هم کارهای حاشیه‌ای مختلفی همه ما که مهاجرت میکنیم داریم، اون کارها رو انجام میدیم.